جایزه جشنواره جهانی حفظ میراث سینما امسال به خانم رخشان بنی اعتماد، کارگردان برجسته سینمای ایران تعلق گرفت. این جایزه به نام کارگردان معروف فرانسوی و بنیانگذار سینماتک فرانسه، جایزه هانری لانگلووا نام دارد. به خاطر مجموعه آثار خانم سینمایی خانم بنی اعتماد در شهر ونسن فرانسه، این جایزه به این کارگردان ایرانی اهدا شد. همکارم محمد رضا شاهید در پاریس در این باره گزارشی رو تهیه کرده که توجه شما رو با اون جلب میکنم. رخشان بنی اعتماد در جشنواره جهانی ونسن برای مجموعه آثارش جایزه معتبر هانری لانگلوا را دریافت کرد. Oui, en fait, depuis longtemps, Madame Bani Etemad fait partie de l'une des plus grandes réalisatrices iraniennes. میگم که خانم بنی اعتماد مدت هاست که فیلم سازن و الان مهمترین فیلم ساز زن ایران هستن. Oui. Votre film s'appelle Nous sommes la moitié de la population. D'où, enfin, à quel moment vous avez venu l'idée de ce film? اسم فیلمتون هستش که ما نیمی از جمعیت مردم ایران هستیم. ایده فیلمتون از کجا اومد؟ در دوران نزدیک به انتخابات فضای نسبتاً بازتری پیش اومد و در این دوران یک جمعی از فعالین حوزه زنان با دیدگاه‌ها و نقطه نظرات مختلف دور هم جمع شدن و سعی کردن که با استفاده از اون فضای پیش اومده مسائل مبتلا به زنان و مشکلات حقوقیشون و مشکلات قانونیشون و به طور کل مطالباتی که در حوزه فعالیت زنان هست سعی کنن در اون فضای پیش اومده مطرح بکنن و توجه در واقع سیاست گذاران رو به این موضوع کلیدی و حساس جلب بکنن. در نتیجه این فیلم در دوران قبل از انتخابات ساخته شد. خانم روزنامه‌نگاری از اسپانیا میپرسد که آیا مشکلات زنان خاص فقط طبقات روشنفکر است؟ نه، مطمئناً اینجور نیست. زنانی که به لحاظ دانش حقوقی، دانش اجتماعی در حوزه مسائل زنان فعالیت میکنن در واقع بازتاب مسائل و مشکلات توده زنان مطرح میکنن، مشکلاتی که در قوانین وجود داره مثل مسئله حضانت کودکان یا مسئله حق طلاق زن یا مشکل تعدد زوجات، موضوعاتی هست که مبتلا به کل زنان ایران هست. حالا اون چی که از زبون فعالین حقوق زن مطرح میشه در واقع جمع بندی و چکیده اون معضلاتی هست که به طور کل زنان ایرانی باهاش روبرو هستن. در لحظات دیرتر محمد حقیقت، عضو کمیته انتخاب فیلم‌های ایرانی در جشنواره کن، درباره جشنواره بین‌المللی ونسن و اهمیت این جایزه می‌گوید. این جشنواره 5 سال و امسال 6 سالشه که برگزار میشه و در طول سالهای گذشته به ریاست افتخاریه خانم کلودیو کاردینال برپا میشه و هر سال تعدادی جایزه به اسم هانری لانگلوا، بنیانگذار سینماتک فرانسه، به هنرمندان مختلف که از اهمیت خاصی کارشون برخوردار هست در سراسر دنیا داده میشه، از جمله به آنگلوپولوس، کن لوچ، تاورنیه، آنیس واردا و کیاروستمی و غیره این جایزه قبلا تعلق گرفته. در طول این مدت 13 بار این جایزه داده شده و اهمیتش در این هستش که یک اعتبار خاصی به اون فیلمساز یا اون کسی که در زمینه هنر سینما کاری کرده باشه بسیار اختصاص داده میشه. و حالا بخش هایی از فیلم ما
نیمی از جمعیت ایران هستیم را می‌بینیم که در واقع محدودیت وقت کار انتخاب را دشوارترین بخش این گزارش ساخته است. و کاندیداها در کنار مشاوران امور زنان و یا همسران خود ظاهر می‌شوند و نظر و بیانیه می‌دهند. من خودم یه روزنامه نگار هستم، روزنامه نگاری که حتی برای استفاده از واژه جنبش زنان در روزنامه ها دچار مشکله. پاسم تموم شده، نمیتونم پاسم بگیرم، یعنی من نه کاری میتونم کنم نه جایی میتونم برم. فیلم همانطور که میبینیم پرسش هایی است که زنان از نامزدهای ریاست جمهوری پرسیدند، درباره ما چه میدانید و چه میتوانید برای نیمی از جمعیت کشور یعنی زنان انجام بدهید. دلیلش مقاومت و تلاشیه که خود خانم‌ها تو این سالا کردن، یعنی اون که این فضا رو برای خودشون باز کردن بیشتر از این که شرایط انتخابات میاد تو دولت مردان و ذهن و فکر و تصمیم دولت مردان رو هم تحت تاثیر خودشون قرار بده. این که آینده کشور ما در گروه هست که این تبعیض برداشت بشه میتونه کمی سخت بکنه. راجع از واسه حکومت هست که ما هم تاثیر کرد، مجلس هم تاثیر کرد. یکی از حاضران در همه جشنواره ها عباس بختیاری است. هنرمندان بسیاری از سینمای ایران در فستیوال های معتبر جهان جایزه های ارزشمندی رو دریافت کردن، ولی این جایزه برای من یک ارزش دیگری داشت، برای اینکه پس از اینکه خانم رخشان بنی اعتماد این جایزه شو اهدا کرد به مادران عزادار ایران، برای نخستین بار بود که گریه های غیر ایرانی را هم دیدم. گزارشی از پاریس برای برنامه زن امروز. بله، گزارش رو دیدیم. همکارم محمد رضا شاهید در پاریس گزارش دیگر رو در این ارتباط با جشنواره بین المللی سینما تهیه کرده که هفته آینده اون رو پخش خواهیم کرد.